یارب از کوی تو بیرون نرود فکر و خیالم. درود بر همه شما عزیزان، دوستان گرامی. در ادامه کلیپ های آموزشی، این کلیپ رو اختصاص دادم به یکی از ایزدان باستان، ایزد باران. دوستان گرامی، در باستان، دوستان گرامی، ما 33 تا ایزد باستان رو داشتیم که برخی از این ایزدها به نوعی مورد توجه بیشتری از مردم بود. یکی از اون ایزدها ایزد تیشتر یا ایزد باران هست، بهش میگن ستاره شباهنگ، همون عطارد یا همون تیر ماه هست که به نوعی همه جا دیده میشه. می اومدن، حالا در لاتین دوستان گرامی همین تیشتر رو، تیشتر در زبان رومی هست، در لاتین همین عطارد یا تیر ما رو بهش مرکوری هم میگن. این ایزد باران دوستان گرامی، مردم برای اینکه باران بباره، برای اینکه از خشکسالی جان سالم به در ببرن، و خشکسالی و در زمان هخامنشی دروغ و خشکسالی دو مورد بسیار بسیار مورد توجه بوده که همیشه کوروش بزرگ میگفته که ما را از دروغ و خشکسالی، داره میگه به الهه خودش، به خدای خودش، به مردوک میگه ما را از خشکسالی و دروغ برهان. ببینید، ایزد باران یا تیشتر یا مرکوری یا ستاره شباهنگ یا تیر یا عطارد، هیچ فرقی نمیکنه. اینها الهه نگهبان مسافران و تجار بودند و به نوعی این ایزد سخنگوی خدایان بوده و به ستاره صبح هم مشهور است. می اومدن برای اینکه سرزمین در همون سرزمینی که زندگی میکردن مردمان و پیشینیان ما، برای اینکه خوشسالی نشه و بارون بیاد، می اومدن یک سری پیشکش ها، هدایا یا قربانی ها رو به ایزد باران یا تیشتر اهدا میکردن، پیشکش میکردن، قربانی میکردن براش. علاوه بر قربانی لباس میدادن، میوه میدادن، غذا میدادن، و افراد متمول هم دوستان گرامی مسبوکات فلزی، حالا یا نقره یا نمیدونم یا طلا، به هر نحوی می اومدن به این الهه یک سری پیشکش هایی رو، یک سری هدایایی رو میدادن تا اون سرزمین از خشکسالی محافظت بشه. این هدایا بسیار بسیار ارزشمندن. هدایای تیشتر کجا هستن؟ در قسمت یو شکل رودخانه ها، در قسمت یو شکل دره ها. همین قسمت یو شکلشون دوستان گرامی چقدر خوبه که یک مقدار وقتی ما رودخانه ای رو میبینیم یا در یک مکانی رودخانه ای رو داریم، با گوگل ارت دوستان گرامی این رودخانه رو کامل نگاه بکنیم، با دقت ویژه. هر جایی که قسمت یو شکلی داشت، همون قسمت یو شکل رو ببینیم کجا هست، کنار کدوم آبادی هست، بریم اونجا، وقت بذاریم، تختگاه رو ببینیم، استارتر رو ببینیم. مطمئن باشید که به این طریق میتونید موفق بشید. اما معمولا مردمان ما به دنبال ارسال عکس و فیلم و کلیپ هستن که این عکس رو نگاه کن ببین چیزی داره یا نه. ببینید، اگر تفکرتون این باشه، موفقیتی در کار نیست. بایستی عرق بریزید، زحمت بکشید، کار مداوم، تلاش و مداوم، هزینه و وقت هست که میتونه شما رو به موفقیت برسونه. پس دره های یو شکل و رودخانه های یو شکل و تختگاه ها میتونن به نوعی
مکانی باشه برای اهدا و پیشکش هدایا به ایزد تیشتر یا ایزد باران. دوستان گرامی حمایتمون بکنید تا کلیپ های بهتری رو تقدیم شما خوبان بکنم برای موفقیتتون. توصیه‌ای که به تک تک شما خوبان دارم این هست که به دنبال تفسیر نباشید، سطح دانشتون رو بالا ببرید. وقتی سطح دانشتون بالا رفت دیگه کلنگ به جایی نمیزنی، دیگه دنبال حفاری و کندوکاو نیستی. افرادی که میرن دنبال حفاری، دنبال نمیدونم کندن برخی محلها، اینها هیچ گونه اطلاعاتی ندارن، خواب نما میشن، میرن داغن، میرن میکنن، یخ میکنن، دست به دماغ برمیگردن. پس سطح دانشت رو بالا ببر. چرا؟ چون هر چقدر میزان دانش و آگاهی شما ارتقا پیدا بکنه، درصد موفقیت شما به میزان اندوخته دانش شما خواهد بود. امضای خدا پای تمامی رویاهاتون. لایک و سابسکرایب و ارسال کامنت لاتین تنها راه حمایت شما خوبان از بنده است. مهرتون جاوید و روزگارتون وصل آرامش و امید. بدرود.